این سومین روزی است که در تعبیل یک خواب مونده اید و این شرم‌آور است. اگر امروز آمنهوتپ تعبیل خوابش را بخواهد چه پاسخ دهم؟ بگویم خواب گزاران من به جای تعبیل خور و خواب می دانند؟ بگویم اونها در کار خوب موندن و از تعبیر آجزن؟ راحتتان کنم، یا امروز خواب آمنهوتپ را تعبیر می کنید یا قبل از آمنهوتپ خودم جانتون را گرفته و شما را به قبر می فرستم. جناب آنخما، تو دیگر چه می گویی؟ چه شده؟ امروز پوتیفار بانو زلیخا و تعدادی از زنان تپس را با خود به قصر آمنهوتپ برد، گویا آنها را به زندان می برد با محافظ و نگهبان. نفهمیدی برای چه؟ پرسیدم، کسی نمی دانست. سالها پیش میان شما زنان اشراف مصر و یوزارسیف حوادثی به وقوع پیوست که می خواهم حقیقت آن وقایع را بدانم. هنگامی که شما یوزارسیف را ملاقات کردید، میان شما چه پیش آمد؟ با شما هستم، مگر زبان در دهان ندارید؟ یک نفر سخن بگوید. ما هیچ گونه زشتی و آلودگی در یوزارسیف سراغ نداریم. ما هیچگاه از یوزارسیف که یک تندیس پاکی و تقواس گناهی ندیدیم. مگر میتوان به یک فرشته آسمانی نسبت بدی و ناپاکی داد؟ میخواهم بدانم در ماجرای بین شما و یوزارسیف چه کسی مقصر بود. آیا از یوزارسیف خطایی سر نزد؟ آیا او گناهی مرتکب نشد؟ زلیخا پاسخ بدهد. در ماجرایی که میان شما و یوزارسیف گذشت چه کسی مقصر بود؟ آیا شما یوزارسیف را گناهکار می دانید یا بیگناه؟ من تصمیم گرفتم پرده از این ماجرا بردارم. یقین بدانید هیچ دروغی را بی مجازات نخواهم گذاشت. شما اکنون شاهد اعترافات صریح این بانوان بودید. امروز حق بی پرده آشکار شد و حقیقتی که سالها برای بعضی مکتوم مانده بود نمایان گشت. من در برابر این حقیقت آشکار چاره جز اعترافی تلخ ندارم. آری، من سالها شیفته یوزارسیف پاکسرشت بودم. قصد داشتم او را تصاحب کرده رابطه ای گناهآلود برقرار کنم. اما او پاک دامنی پیشه کرد و دست رد به سینه من زد. درست است که یوزارسیف برده شما بوده و قدرت تصاحب او را داشتید، ولی شما صاحب همسر بودید، حق چنین خطایی را نداشتید. از طرفی شما الهه معبد آمون بودید و همسر آمون محسوب می شدید. همسران آمون حق چنین خطایی را ندارند. پس اعتراف می کنید که خطاکار شما بودید، دسیسه‌گر شما بودید، آن وقت یوزارسیف را بی گناه به زندان انداختید. آری، من به گناه خیش و بی گناهی یوزارسیف اقرار میکنم.
نمیشم. بله بله جناب رودامان. میتوانی با این عرابه به زندان نزد یوزارسیف روی؟ نزد یوزارسیف؟ بله بله، در یک چشم هم زدن. با او چه کار دارید؟ او بگو بانو زلیخا و دیگر زنان مصر به خطای خود و بیگناهی تو شهادت دادند. به زودی آزاد خواهی شد. کی آزاد خواهد شد؟ نمیدانم. به زودی. عجله کن. نمیساوه را به زندان زویرا ببر و زود باز کرد. بروید. به راستی شما زنان دستهای خود را از شدت علاقه بریدید و او هیچ توجهی به شما نکرد؟ آری همینطور است، همه دستهای من را بریدیم. یوزارسیف بسیار بسیار پاکدامن است. او هیچگاه به زیبایی ما توجه نکرد. او به هیچ یک از حیله های ما فریفته و دلباخته نشد. چنین جوانی به راستی ستودنی است. در مورد او مطالب زیادی شنیده بودم، اما برایم باور کردنی نبود. من که باور نمی کنم. او یک انسان است، قدیس که نیست. چرا علیه چون این جوانی توطئه کردید؟ چرا چون این گوهر بی همتایی را به زندان انداختید؟ ما بر خطای خیش معترفیم و از محضر فرمان روا پوزش می طلبیم. از محضر من؟ شما باید از محضر یوزارسیف پوزش بخواهید. شما سالها عمر او را در کنج زندان ضایع کردید. شما هم مقصر هستید جناب پوتیفار. چون این جوانی را که در حکمت و علم تعبیر خواب سرآمد همه معبران مصر است و در پاکی و نجابت نظیر ندارد، سالها در کنج زندان محبوس کردید. من پاسخ درستی در قبال این قصور ندارم، فقط میگویم شاید برای بستن دهان بدگویان زندان تنها راه بود. با این همه میدانم که گناهکارم. اگر اجازه دهید از حضورتان مرخص شوم. حال مساعدی ندارم. مانعی نیست، می توانید بروید. این زنان را به زندان موقت قصر ببرید تا تصمیم لازم را درباره آنان بگیرم. بروید. با شما هستم، حرکت کنید. چرا معطلید؟ شما می توانی برگرد. فرمانده هورمپوپ. بله جناب فرمانده. با ایناروس به زندان زاویرا بروید و به یوزارسیف اعلام کنید که پاکی و بیگناهی او بر ما ثابت شد. ما او را محترم می‌داریم و از نزدیکترین یاران خود قرار می‌دهیم. او را با احترام نزد ما بیاورید. بی‌صبرانه منتظر دیدار یوزارسیف هستیم. رودامان گفت زلیخا و دیگر زنان مصری که برای شما دسیسه کرده بودند
همه به گناه خود اعتراف کردند و شما را از هر تهمتی مبرا دانستند. آمنهاتپ به زودی شما را آزاد خواهد کرد. من فقط خواستم تا پوتیفار بداند که هرگز در خفا و پنهان وی را خیانت نکردم و فرمان روا آمنهاتپ نیز بداند که یوزارسیف اهل خیانت نیست و بدانند که خداوند هرگز خیانتکاران را با خود به مقصود نمی رساند. یوزارسیف، چه شد که در برابر زنان مصر مقاومت کردی و آنها بر تو ظفر نیافتند؟ من خود ستایی نمی کنم و خود را از عیب و تقصیر مبرا نمی دانم. نفس اماره ممکن بود مرا نیز چون بسیاری از انسانها به اعمال زشت و ناروا وادار کند، منتها پروردگارم به من رحم کرد و از شر این زنان نجاتم داد. پروردگار من بسیار آمرزنده و مهربان است. درود بر فرمانده هورمهاب. درود بر شما. برای بردن یوزارسیف آمدیم. شرط شما برای آزادی از زندان انجام شد. بانو زلیخا و دیگر زنان شهر به گناه خود اعتراف کردند و همکنون در زندان به سر می‌برند. ولی من در خیال مجازات آنان نبودم. فرمان روا آمنهاتپ بی صبرانه منتظر شما هستند. بدون شما برای ما خیلی سخت است. بی شما چه کنیم؟ دوری از نزدیکان و خیشان من نزد شما فراموش من شده بود. رفتن تو بار دیگر بی کس و تنها میمانیم. شما در هر حال خدا را دارید. او را که در کنار داشته باشید، سختی زندان و جدایی یوزارسیف برایتان سهل خواهد بود. من همیشه به دیدارتان خواهم آمد و تنهایتان نخواهم گذاشت. مگر یوزارسیف با زندانیان چگونه رفتار کرده که اینقدر رو دوست دارند؟ یوزارسیف صدیق یار مددکار، راهنما و غمخوار آنان بود. به آمنهاتپ بگو زندان بی یوزارسیف چون فراموش خانه و قبر است. به او بگو یا یوزارسیف را از ما نگیرد یا ما را هم به او برساند. شما را نصیحتی کنم که اگر بشنوید آرامشه. زندان قبر زندگان و خانه غمگینان و محل آزمایش سازندگی دوستان و ندامتگاه گناهکاران و دشمنان است. دوستان ما روح خود را در سختی زندان صیقل داده و در این مکان ساخته می شود و خود را چون قبر در اینجا دفن نمی کنند. به زودی به دیدارتون خواهم آمد. خدا نگهدارت یوزارسیف.
جناب یوزرسیف، تخت روان برای حمل شماست. از نشستم بر دوش دیگرم واهمه دارم. من آمدم باری از دوش اینان بردارم، نه اینکه باری بر دوششان باشم. نگران نباشید، سقوط نخواهید کرد. هر کس بر دوش کسی سوار شود، سقوط سرنوشت محتوم اوست. من اسوار را برا ترجیح میدهم. مانعی ندارم. جناب یوزارسی، بر عرابه من سوار شد. خدا نگهدار. بدرود. خدا نگهدار. حرکت میکنیم. جناب یوزرسیف، اگر مایلید ابتدا استحمام و تعویض لباس کرده و سپس به حضور سرورمان آمنهوتپ شرفیاب شدیم. بسیار خوب، من هم مایل نیستم این گونه به حضورشان برسم. بله. او که بود؟ نمیشناسی؟ او یوزرسیف است. به فرمان آمنهوتپ از زندان آزاد شده است. یوزرسیف؟ این که نام مصری یوسف است. آره، درست فهمیده ای. یوسف، یوسف، او را پیدا کردم. یوسف را پیدا کردم. نبخشم، این چه کاری بود که کردم؟ وای بر من که پیامبر را به بردگی فروختم. این ننگ را کجا برم؟ او را پیدا کردم، یوسف را پیدا کردم. یوسف، هرچه میکشیم از توست، هم موجب رسوایی خود شده ای هم ما. من نیست هرچه میکشم از یوزرسیف است. اما بار ملامت یوزرسیف کشیدن برای من شیرین است. تو هم آبرو از پوتیفار بردی، هم از خود بردی، هم از ما. هم یوزرسیف را به زندان انداختی، هم خود را، هم ما را. بی آبرویی چون تو را باید اخناتون به دار می آویخت. من نه از بی آبرویی شرمگینم، نه از بند و زندان غمگین. از شما هم جز خواستن عذر تقصیر و تمنای پوزش کاری از من ساخته نیست. کاری بکن. تو دست از آبرو شسته ای، ولی ما آبرو داریم. با نگهبان صحبت بکن، شاید با پوتیفار تماس بگیرد و ما را خلاص کند. نگران نباشید، شما را اینجا نگه نمی دارند. مقصر منم، با شما کاری ندارند. تو نمی ترسی که برای همیشه زندانی شوی؟ بدون او همه جا برای من زندان است.
حسل اینجا در این است که درد سالها بند و زندان یوزارسیف را بهتر درک میکنم. زندان زاویرا به مراتب مخوفتر از اینجاست و من بیش از 10 سال یوزارسیف را بی گناه در آنجا محبوس کردم. در کودکی او را یک بار دیدم، نمیدانم اکنون چهرهش چگونه است. عالی جناب هورم هوب و جناب یوزارسیف اجازه ورود میخواهند. مثل گذشته، آن زمان هم تعظیم نکردی. درود بر فرمان روا آمنهوتب چهارم. درود بر معبر بزرگ و حکیم یوزارسیف. درود بر یوزارسیف حکیم و پاک سرشت. درود بر بانوی بزرگ مصر. به یاد داری یوزارسیف، همین جا بود که با پوتیفار به حضور پدرم آمنهوتب سوم بار یافتید و شما هدیه آمنهوتب فقید را به گردن من انداختید. تو روزی بزرگ خواهی شد، هم به مقام مرتبت و هم به جایگاه معنوی. زنان تبس حق داشتن جناب یوزارسیف را ستایش کنن. به راستی زیباست. من از لحظه ای که تعبیر خوابم را شنیدم سخت مشتاق دیدارتان شدم و از زمانی که پی به بیگناهی و پاکدامنی شما بردم خود احساس گناه کردم. چرا باید در حکومت ما معبری بزرگ و حکیمی پاکترش چون شما در بند باشم؟ من زنان مصر را به خاطر شما به زندان انداختم. از حمایت جناب فرمانروا سپاسگزارم، اما من راضی به زندان و تنبیه زنان مصر نیستم. این بخشش ارزش معنوی شما را نزد ما افسونتر می کند، اما من می خواهم آنان قدری تنبیه شوند. بخشش زنان مصر بماند برای بعد. از کودکی وصف شما را بارها شنیده بودم، اما آنچه را که میبینم فراتر از شنیده هاست. شرمندم نکنید، خود را لایق این همه تمجید نمیدانم. من برای یک سوال لحظه شماری میکردم. جناب یوزارسیف، شما چگونه تعبیر خواب میکنید؟ میدانید که معبران مصری با خواندن اوراد مخصوص و ابزاری که دارند تعبیر خواب میکنند. تعبیر رویا علمی است که خدایم به من آموخته است.
من از نزد خود چیزی نمیگویم. پس درست شنیدم، شما آمون و دیگر خدایان مصر را نمیپرستید؟ آری همینطور است. این مطلب مرا خوشحال کرد و در نظرم محترمتر شدید. این که به خدایان گوناگون سجده نمی کنید و از پیروان معبد آمون نیستید بسیار قابل تقدیر است. شاید ندانید که عالی جناب آمنهوتپ نیز به خدایان معبد اعتقادی ندارند. من تصمیم گرفتم در حضور همه بزرگان شهر تفس بین یوزارسیف و کاهنان و خوابگزاران معبد یک مناظره برقرار کنم. میخواهم ضعف آنان در تعبیر خواب من بر همه آشکار شود. بیشک با این شکست عقیده مردم نسبت به آمون و خدایان دیگر سست خواهد شد. قدرت خدای آمون و کاهنان معبد بر حمایت مردم استوار است. کاهش اعتقاد مردم به کاهنان از قدرت آمون می کاهد. اینا روز جناب یوزارسیف را به استراحتگاهشان راهنمایی کنید. قرب هفت همه بزرگان شهر تفس را برای برگزاری یک میهمانی بزرگ به قصر خبر کنید. اطاعت آنی جناب. امیدوارم این ابرانی کافر موفق نشود، اگر نه ما باید آماده پذیرش یک شکست بزرگ باشیم. شکست آمون در برابر خدای واقعی یوزارسیف، شکست همه کاهنان و خواب گزاران معبد در برابر یک برده گوسفند چرانه. فرمانده محافظین قصر خدمت رسیدند عالی جناب. خدایگان آمنهوتپ چهارم فرمان روای مصر، جناب آنخماهو و خوابگزاران اعظم را جهت تعبیر خوابشان به قصر احضار فرمودند. بسیار خوب، می توانید برم. کار من به کجا کشیده که باید در برابر یک تازه به دارون رسیده بی تجربه بیستیم و استنتاق بشویم و نیش و کنایه بشتریم؟ پس شماها چه غلطی میکنید؟ چرا باید آمون و خدمتگزاران معبد چوب بی ارزگی های شما را بخورند؟ سالها مفت خورد و خوابیده برای چنین روزی. حال که معبد به شما نیازمند است عاجز و ناتوانید؟ خداوندگار مردم مصر، فرمان روا آمنهوتپ چهارم و همراهان وارد می شوند. منظور ما از دعوت کاهنان، خوابگزاران، بزرگان و اشراف تبس آزمودن خوابگزار جوانی است که مدعی است میتواند خواب ما را تعبیر کند. امروز ما میخواهیم صدق یا کذب ادعای او بر همه آشکار شود.
درود بر فرمان روای دانای مصر آمنهوتپ. یوزارسیف در سالهای طولانی خدمتکاری در قصر پوتیفار هنوز تعظیم در برابر خداوندگار مصر را نیاموخته است. شاید برای شما که ده ها الهه گوناگون را تعظیم میکنید تعظیم کردن امری بدیهی باشد، اما من تا کنون فقط در برابر یک معبود تعظیم کردم. امیدوارم جناب فرمان روا عدم تعظیم مرا عدم احترام تعبیر نکنند. ولی در آداب بزرگان و درباریان مصر این بی احترامی بزرگی است. اگر همانطور که کاهن اعظم گفت تعظیم کردن می دانستی، در برابر زیبارویان تبس سر فرود می آوردی و سالها به کنج زندان نمی افتادی. همه می دانید که قصد من از برگزاری این مجلس یافتن تعبیر خوابی است که به تازگی دیدم. بی تردید معبران توانمند و کهنسال مصر تا کنون خواب مرا تعبیر کردند، حالان که از یوزارسیف جوان چنین انتظاری نیست. ایشان خود مشتاق این رقابت بودند، ما هم خواستیم توان خود را بیازمایند. برخی از شما شرح خواب مرا شنیده اید. اما مایلم باز آن را تکرار کنم. من در شب اول خواب هفت گاو فربرا دیدم که از نیل بیرون آمدند و در ساحل به چرا مشغول شدند. آنگاه نیل خشکید و هفت گاو لاغر از نیل خشکیده بیرون آمدند، در ساحل به گاوهای چاق حمله بردند و همه را بلیدند. در شب دوم علاوه بر خواب گاوها، خواب هفت خوشه سبز و بارور گندم را دیدم که توسط هفت خوشه زرد و ضعیف خشکیدند و به زمین ریختند. جناب آنخ ماهو و کاهنان پیش از این شرح خواب مرا شنیدند و تا امروز مهلت خواسته بودند که آن را تعبیر کنند. اکنون من منتظر تعبیر هستم. چه شد؟ بگویید، میشنویم. تلاش‌های بسیاری صورت گرفته.
ما احوال ستاره ها و کواکب را بررسی کردیم، از ارواح گذشتگان مدد جستیم، شیاطین و افریت ها را به یاری طلبیدیم تا بتوانیم خواب شما را تعبیر کنیم. اما خوابی نیست که ما از عهده تعبیر آن بر نیاییم، اما خواب فرمان روا با دیگر خواب ها متفاوت است. چون معنایی بدون پاسخ و دژی تقصیر ناپذیر است که همه اوراد ما را باطل و سرهای ما را فرزان موده است. نتیجه تلاش همه ما خوابگزاران این است که گاو در اساطیر مصر به سال تعبیر شده است، فقط همین. نیل بزرگ پشه. تعبیر خواب من این است: گاب یعنی سال، یوزارسیف تو بگو، نوبت تعبیر توست. تعبیر نه عالی جناب، من تعویل خوابتان را خواهم گفت. تعبیر با تعویل چه تفاوتی دارد؟ اساس تعبیر بر حدس و گمان معبر و استوار است و تحقق آن قطعی نیست، اما تعبیر ریشه در حقیقت ملکوتی رویا دارد. آنچرا که من تأویل کنم بیشک تحقق خواهد یافت و امکان تغییر و تعطیل در آن نیست. این همه اطمینان از کجاست یوزارسیف؟ خیلی به تأویل خود اطمینان داری. از نزد پروردگارم، من از خود چیزی نمیگویم، اوست که مرا تعلیم میدهد. اینها را که گفتید ادعای بیش نیست، تا اثبات فاصله بسیار دارد. ادعای تو و خدایت هر دو در پرده تردید و ابهامند. اگر اجازه دهید من این پرده تردید را کنار خواهم زد و حقیقت رویا و قدرت پروردگارم را به اثبات خواهم رساند. جناب آخماه، اگر موافقند با کمک یکدیگری خواب را تعبیر کنید. همکنون خوابگزار شما فرمود که گاو در اساطیر مصر به سال تعبیر شده، درست است؟ بله، تا اینجا رو تردید نداریم. و آیا قبول دارید که هر دو خواب گاو ها و خوشه های گندم مثل هم هستند؟ ظاهراً همینطور است. و آیا خوشه های سبز و بارور نشانه فراوانی محصول و خوشه های زرد و ضعیف نشانه قحطی نیست؟ تعبیر دیگری را به خاطر ندارم. با این وصف آیا نمیتوانیم نتیجه بگیریم که 7 سال فراوانی و پرمحصولی و 7 سال خشکسالی و قحطی برای مصر در پیش است؟
آفرین آفرین یوزارسیف، این بهترین و نزدیکترین تعبیر برای خواب من است. این تعبیری درست است. من یوزارسیف جوان را می ستایم. دیدید جناب آنخماهو؟ نگفتم اینان مشتی رجاله بی ارزه و پرمدعا هستند؟ اینان فقط می توانند از روی تصورات واهی حدس و گمانهایی بزنند که به درد خودشان هم نمی خورند. ظاهراً این تعبیر درست است، اما تعبیری که با واقعیت مطابقت نداشته باشد باید مورد تردید قرار گیرد. آیا تا کنون شنیدید که نیل مقدس از سیراب کردن سرزمین مصر دریغ کرده باشد؟ این تعبیر مناسب سرزمین سیاه در جنوب مصر است، نه مناسب سرزمینی که نگین نیل را بر انگشتر دارد. ولی ما از گذشتگان شنیده ایم که نیل تا کنون چند بار بخیل و کم آب شده، حتی تا آنجا که نتوانسته آب پرندگان خود را تأمین کند. اگر بر فرض تعبیر خواب یوزارسیف هم درست نباشد، عقل حکم می کند که برای پیشگیری باید راه حلی را جستجو کرد. با این تعبیر در آینده نزدیک خطری بزرگ مصر را تهدید می کند. راه چاره چیست؟ چاره کاردران است که در 7 سال فراوانی بکارید و ذخیره کنید و در 7 سال قحطی مصرف کنید و مردم را نجات دهید. آفرین آفرین بر یوزارسیف حکیم. راه چاره نیست، چون تعبیر درست و بی‌نقص است. یعنی شما می‌خواهید 14 سال از عمر مملکتی را صرف یک خواب کنید؟ آیا شما راه بهتری می‌شناسید؟ فرض کنید این خطر احتمالی است. آیا برای رفع خطر احتمالی نباید تلاش کرد؟ چرا؟ اما باید در نظر داشت 14 سال از عمر یک ملت ارزشمندتر از آن است که با یک تعبیر فنا شود و همه سرمایه یک مملکت صرف مبارزه با یک خطر واقعی گردد. عقل حکم می کند که با احتیاط برخورد کنید. شاید حقیقت پیدا کرد. آن وقت اگر پیشگیری نکرده باشیم با قحطی چه خواهیم کرد؟ این سعادت بزرگی است که ما از آینده خود با خبریم. حال که راه چاره را می دانیم، می توانیم این خطر بزرگ را دفع کنیم. ما از یوزارسیف سپاس گذاریم، او ما را از این خطر آگاه کرد. ما از خدای یوزارسیف هم سپاس گذاریم، چرا که او پیروان خدایان دیگر را نیز یاری می کند. داستان پاکی و اجتناب از گناه یوزارسیف را همه شنیده اید. امروز هم شاهد حکمت و درایت و درک و فهم یوزارسیف بودید و دیدید که در علم تعبیر خواب سرآمد همه معبران مصر است. از امروز او را امین خود قرار می دهیم. یوزارسیف را از امروز نزد ما جایگاهی مطلق و امانتی بی قید و شرط است. امروز من شاد و سرخوشم و نمیخواهم این نشاط را با تنبیه خوابگزاران تو به خشم تبدیل کنم. امروز ضعف و زبونی خدایان مصر، کاهنان و خوابگزاران آمون بر همه آشکار شد و دیدید که خدایی برتر از خدای آمون نیز هست. پیش از آن که خشم من دامنگیر این خوابگزاران شود، آنان را از اینجا ببر.
خرفت احمق هنوز نمیدانی کجا باید دهان باز کنی کجا خفه شوی؟ نان آمون رو میخوری و دشمن آمون رو تایید میکنی؟ تعبیر اون درست بوده و من نتوانستم از انصاف بگذرم. احمق چه جست رو تایید خواست؟ چرا جور دیگران ساکت نشدی؟ چرا ماه سعید به کار دشمن زدی؟ فردار چگونه در نیارمند؟ در برد میکنی؟ آلی جناب، آلی جناب، آلی جناب، آلی جناب، اون رو ببر. آلی جناب، مرا ببخشید. من خیانتکار نیستم آلی جناب. مرا ببخشید. آلی جناب، رحم کنید. رحم کنید آلی جناب. هاکنون چنین فضاحتی برای معبد و خادمان آن پیش نیامده بود. بیشک خبر این شکست به زودی همه مصر را فرا خواهد گرفت و خواهند گفت خدای یگانه یوزارسیف ابرانی، خدای یک شبان دور گرد وحشی بر خدای بزرگ آمون یوز شد و خواهند گفت یوزارسیف جوان و کمتش زده در تعبیر خواب بر خواب گذاران کهن سال مصر پیروز شد. به خصوص که مردم مصر خوابگزاران را در حد یک الهه میپرستند. آمون خدای بزرگ به ما رحم کند. چقدر باید تلاش کنیم تا این فضاحت را جبران کنیم؟ ببخشید، شما از کارکنان قصر هستید؟ چه میخوایی؟ یوسف، ببخشید، یوزارسیف را میشناسید؟ با او چه کار داری؟ آیا اینک او در قصر است؟ گیریم که باشد. من از دوستان او هستم. تو؟ از دوستان یوزارسیف؟ مالک ابن زعر، به یوزارسیف بگویید که مالک 20 سال است که به دنبال او. این گونه که جناب یوزارسیف خواب مرا تعبیر کردند، قحطی بزرگی در پیش داریم و این بحران عظیم را باید چاره کرد. اداره امور را باید به دست کسی سپرد که هم امین و صالح باشد و هم مدیر و مدبر. شما بزرگان و اشراف مصر، آیا چون این کسی را سراغ دارید؟ عالی جناب، پوتیفار بهترین کسی است که میتواند این بحران را اداره کند. پوتیفار در بستر بیماری است و توان پرداختن به چنین مسئولیت سنگینی را ندارد. عالی جناب، افسر محافظ قصر فرمان روا جناب هرمهوب بسیار مناسب هستند. هرمهوب لیاقتهای بسیار دارد، اما او بیشتر مناسب فرماندهی لشکریان است، نه مسئولیت امور کشاورزی. ای یوسف، بار این مسئولیت سنگین به دوش توست.
آن را بپذیر. اراده خداوند بر این است که اقتدار تو را در مصر برقرار کند. جناب فرمانروا، این وظیفه را به من بسپارید و مرا به خزانه داری و اداره امور کشاورزی مصر منصوب کنید، چون من هم دارایی و قلعه مردم را خوب میتوانم حفظ کنم و هم میتوانم تدابیری سنجیده در اداره مملکت بیندیشم. بله، چه کسی بهتر از شما؟ من اطمینان دارم که شما از عهده این هم برمی آید. از امروز من شما را به عنوان ریاست خزانه داری و اداره امور کشاورزی مصر منصوب می کنم و به همه اعلام می کنم که جناب یوزارسیف از امروز مشاور اعظم فرمانروای مصر خواهد. اگرچه جوان دانایست اما بیگانه است. تو فکر میکنی از عهده این مسئولیت سنگین برآید؟ نمیدونم. آیا به راستی خدای او از خدایان ما برتر و بالاتر است؟ مگر ندیدی آن خواب و خواب گذاران چگونه تسلیم او شدند و از او شکست خوردند؟ به هر حال برای اشرافزادگان مصر انتخاب یک بیگانه مایه سرشکستگی است. شما بزرگان و اشراف مصر میدانید که خوابگزاران چه مقام والایی نزد مردم ما دارند و هر کسی به این مقام نمیرسد. جناب یوزارسیف خوابگزاری است که مصر تا کنون نظیرش را ندیده است. من تصمیم گرفتم برای بزرگداشت ایشان مراسم زرین برگزار کنم. آیا جناب یوزارسیف از ما تقاضایی ندارند؟ مایلم خواسته های ایشان را اجابت کنم. امروز فرمان روا به بنده عنایت بسیار مبذول داشتند. تقاضایم این است که این عنایات را کامل کنند. هر تقاضایی را از جانب یوزارسیف میپذیرم. دو تقاضا دارم. اول اینکه زنان زندانی در بند را از زندان آزاد کنید. و دوم، زندانیان زاویرا را آزاد کنید. من درستی و حسن رفتار آنان را تضمین می‌کنم. ما زنان را به خاطر شما زندانی کردیم. اگر شما بخواهید آزاد می‌شوند. اما گویا فراموش کرده اید این زلیخا بود که باعث شد شما سالها در زندان بمانید. آری جناب فرمانروا، من سعی کردم که فراموش کنم. شما سالهای زیادی را به خاطر زلیخا در زندان بودید. او زنی خیانتکار و بلهوس است که باید مجازات شود. من برای انتقام جویی خلق نشدم. کسی که برای همه عفو رحمت به ارمغان آورده نمیتواند اهل نفرت و انتقام باشد. ما گمان میکردیم که به سختی از زلیخا و پوتیفار انتقام خواهی گرفت. من فقط خواستار رفع تهمت از خود بودم. نه تنها علاقه ای به حبس و مجازات آنها ندارم که آزادی همه زندانیان بیگناه را نیز خواستم. تقاضای آزادی زندانیان زاویرا صحیح نیست. آنها خطرناکند. سابقه این مخالفت با حکومت آمون و مصر را دارند. جرائمی از جمله خیانت به حکومت را دارند. من سالها با آنان زندگی کردم و سلامت اخلاق و رفتار آنان را تضمین می کنم. آنان دیگران زندانیان سابق نیستند. اختیار با شماست. شما از امروز اختیار صدور فرمان دارید. می توانید هر تصمیمی را جهت اجرا به مامورین ابلاغ کنید. دستور بدهید تا آزادشان کنند. سپاسگزارم مالی جناب.
فرمانده خود رو خبر کنید. درود بر فرمانده تاکلوت. درود. نامه از جناب هورمخوب آوردم. این نامه برای کیست؟ برای جناب کیدامن، آمون نگهدار شما. اطاعت میشم. همه گوش کنی.